أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درس امروزی ما هم در ادامه به درس قبلی هست که بحث عصبات هست. ما و شما در جلسه قبلی در ارتباط به عصبه معلوماتی حاصل کردیم، تعریف عصبه را خواندیم، اقسام عصبه و همچنین یک قسم از اقسام عصبه که عصبه به نفسیهی بود ما شما خواندیم. اما امروز ما شما دو قسم دیگر را از عصبات می خوانیم که یکی عصبه به غیرهی است و دومی عصبه مع غیرهی، که مصنف رحمت الله علیه در کتاب خود این دو عصبه تعریف کرده و مثال هایم بیان کرده. مصنف رحمت الله علیه می فرماید و اما العصبه بغیره، عصبه بغیره چی هست، چه کسانی هستند و چند نفر هستند؟ فاربع من النصفه، چهار شخص از جمله زن ها هستند. عصبه بغیره چهار زن هست، چهار زن. و هن اللاتی، و آن زنهایی می باشند که فرضهن النصف و الثلثان. همین اسباب غیرهی چهار زن هست که سهم از زنها، فرض از زنها نصف یا ثلثانه، یعنی فرض و سهم ایزنها یا نصفه یا سلسان. مثلا ما شما این چهارتار میخوانیم که یا دختره، خب دختر میبینیم که سه حالت داشت، حالت اول نصف نه، حالت بعدی سلسان بود. یا اگر ما شما بگیم دختر پسر هم ببینیم که اگر تنها بود نصف میبود، اگر دو بود یا زیادتر با سلسان می بود. خواهر عینی هم همچنین، اگر یکی می بود نصف مال می بود، اگر دو یا زیادتر از دو می بودن سلسان مال می بودن. و همچنین خواهر علتی هم به همین شکل، اگر یکی می بود نصف مال را می بود، نصف ترک را مستحق می شد. اما اگر دو یا زیادتر از دو می بودن با سلسان مالت می گرفتن. پس بنابراین شما همین قدر بفهمید که عصبه به غیرهی چهار زنه و او عصبه به غیرهی کسانی هستند که فرض آنها و سهم آنها نصف یا سلسان باشه. یسرن عصبتن به اخوتهن کما ذکرنا فی حالاتهن، که همین چهار زن اینها عصبه می گردن همراه برادرهای خود. هر زمانی که همین چهار زن همراه برادرهای خود عصبه شدن، باز مال تقسیم میشه. چه قسم تقسیم میشه؟ دو حصه برای برادر داده میشه و یک حصه برای خواهر داده میشه. کما ذکرنا، چنانچه ما ذکر کردیم، فی حالات هنده، در حالتهایشان در درس های گذشته ما بیان کردیم که این چهار زن. بعدن من به شما بیشتر تشریح میکنم که گفتم یکی دختر میته، یکی دختر پسر میته و سومی خواهر عینی میت، چهارم خواهر علتیه، که این چهار زن همراه برادر خود عصبه میشن. وقتی که عصبه شدن، برای پسر دو حصه مال داده میشه و برای دختر یک حصه. دوباره متن متوجه باشیم. و اما العصبه بغیره فاربع من النصف، عصبه بغیره شامل چهار زنه و هن اللائی،
عصبه به غیره چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که فرضهن النصف و الثلثان، فرضشان و سهمشان نصف یا ثلثانه. یسرن عصبتا به اخوتهن، ای زنها و ای چهار زن عصبه میشن همراه برادرهای خود وقتی واقع بشن. کما ذکرنا فی حالاتهن، چنانچه ما این موضوع در حالتها، در بحث حالتهایشان ما بیان کردیم. حال مصنف ما یک چیز دیگر بیان کنه در این قسمت و من لا فرزله ها ما یک نکته بیان کنه. می فرمایه او زنی که فرض بر نیه، یعنی ذویل فروض نیه، باز اگر همراه برادر خود ای واقع بشه ای عصبه قرار نمیگیره. خب نکته دقت کنیم اینجا، اگر کسی از شما پرسان میکنه که یک زنیه، آیا مثلا عمه بگیره، عمه هم زننه، وقتی این همراه برادر خود که کوکا باشه، کوکا انسان باشه، عمه انسان همراه کوکا انسان که خوار برار هم دیگه واقع بشه، آیا عمه هم عصبه قرار میگیره؟ شما میگم نه. چرا نه؟ چون که عمه از جمله زویل فروز نیه. همچنین مثال های متعدد دیگری مصنف میفرمایه و من لا فرض لها، و او زنی که برای از او سهم و فرض مشخص نیه، من الاناث از زنها، هر زنی که برای از او سهم و فرض، فرض یعنی سهم، مشخص نشده در شریعت، و اخوها عصبه، در حالی که برادر از او عصبیه، برادر عصبه و زن کس بر از او فرض مشخص نشده، لا تسیر عصبتا به اخیها، ای زن عصبه قرار نمیگیره همراه برادر خود. مثال هم بیاد کده، مثلا کل عم و العمه، مانند عمه و کاکا، یعنی عم یعنی کاکا، عمه یعنی عمه، که کاکا و عمه همراه هم خواهر برار هم. حال عمه همراه برار خوب واقع شده، آیا عمه توسط برادر خوب عصبه میشه یا نه؟ نه نمیشه. چرا نمیشه؟ چون که عمه از جمله ذوی الفروض نیه، عمه از جمله ذوی الارحامه، که ما در درس های آینده باز اشاره میکنیم. عمه، خاله، دختر عمه، دختر خاله، اینا از جمله چه؟ ذوی الارحام، یعنی کسانی که با انسان قرابت دارن. صحیح شد؟ المال كله للعم دون العمه، تمام مال به کاکا میرسه، برای عمه هیچ چیزی نمیرسه، چون که کاکا عصبیه. عصبه گفتیم وقتی که ذوی الفروض نباشه کل مال میگیره، پس وقتی که عصبه نباشه، ذوی الفروض نباشه، کاکا هم که عصبیه کل مال میگیره. خب دقت کنید دوباره متن، و من لا فرض لها من الاناث، هر او زنی که مستحق فرض نیه، مستحق سهمی نیه، و اخوها عصبه، برادر از او عصبیه، لا تسیر عصبتا به اخیها، همراه برادر خود عصبه قرار نمیگیره، همراه برادر خود عصبه نمیشه. کل عمی و العمه، مانند کاکا و عمه. ولی اگه عمه همراه برادر خود کاکا انسان باشه قرار بگیره، مال به عمه داده نمیشه. المال کله للعم، تمام مال به کاکا داده میشه، دون العمته، برای عمه هیچی داده نمیشه. ای بود عصبه غیرهی، تعریف دارم خواندیم، مثالم به شما بیان کرد و همچنین حالتارم به شما بیان کرد. قسم سوم، قسم اول که عصبه به نفسهی بود که ما در درس گذاشته خواندیم، قسم دوم عصبه به غیرهی بود که حال ما شما خواندیم، و قسم سوم عصبه مع غیرهیه. عصبه مع غیرهی یعنی چی؟ تعریف دور میکنه. عصبه مع غیرهی اونه که فکل انسا، هر مؤنثی که تسیر و عصبتن مع انسا اخرى، هر زنی که همراه زن دیگر عصبه بشه، اینو میگم عصبه مع غیرهی. هر زنی که همراه زن دیگر مع انس و اخرى، یعنی همراه زن دیگر عصبه بشه، میر میگن عصبه مع غیره. مانند چی؟ کل اخت مع البنت، مانند
خواهر عینی یا خواهر علتی که همراه دختر یا دختر پسر میت که او واقع بشه عصبه میشه. لما ذکرنا، ما جلوتر ذکر کردیم این موضوع. ببینیم عصبه معقلی شامل دو فرد، یکی خواهر عینی، دوم خواهر علتی. هر زمانی که همین دو خواهر عینی یا خواهر علتی همراه دختر میت یا دختر پسر میت واقع بشن، اینا عصبه میشن. یعنی مؤنث همراه مؤنث دیگه، خواهر عینی علتی همراه دختر یا دختر پسر واقع بشه عصبه قرار میگیره. متن دوباره دقت کنیم، ریپیت میکنم: و اما العصبه مع غیره، عصبه مع غیره چه قسم عصبه؟ فکل انثى تسیر عصبه مع انثى اخرى، هر او مؤنثی که همراه مؤنث دیگر عصبه بشه، این میگم عصبه مع غیره. مانند چی؟ مانند کل اخت، مانند خواهر، خواهر یا خواهر عینی باشه یا خواهر علتی. مع البین، وقتی که همراه دختر میت واقع بشه عصبه میشه. لما ذکرنا، چنانچه قبلا ما بیان کردیم. خب این متن بود. حالا من این متن داخل سلاید دیگری به شکل فارسی به شما جور کردم که خیلی راحت و آسانه. ما دو قسم عصبه رو خواندیم، یکی عصبه غیره خواندیم امروز، یکی عصبه مع غیره. عصبه غیره تعریف اینه که هر مؤنثی که صاحب فرض باشه و همراه برادر خود عصبه گردد، اینو میگم عصبه غیره. یک تعریف. تعریف دیگری که در کتاب ذکر شده بود، یا به عبارت دیگر هر مؤنثی که فرض آن نصف یا ثلث باشه. هر دو تعریف صحیح، هر کدامی که شما اسم بکنید مشکلی نداره. عصبه به غیره یعنی هر مؤنثی که فرض بر هست اما همراه برادر خود چکار میشه؟ عصبه واقع میشه. اینو میگم عصبه به غیره. یا اینکه هر مؤنثی که فرض از اون نصف یا ثلث باشه. که عصبه به غیره شامل 4 زنه. عصبه به غیره شامل چند زنه؟ شامل 4 زن. که این 4 زن عبارت از 1 دختر، 2 دختر پسر، 3 خواهر عینی، 4 خواهر علتی. بنت، بنت الاب، اخوات عینی، اخوات علتی. همین 4 نفر، همین 4 سن، 4 گروه از جمله عصبه غیره هم که هر زمانی که دختر همراه برادر خواهشه، بنت الاب همراه برادر خواهشه، اخوات عینی همراه برادر خود خو، یعنی برادر عینی خو واقع بشن، اخوات علتی همراه برادر خو واقع بشن، برادر اینها رو عصبه میکنه. برادر این دخترها رو چیکار میکنه؟ این زنها رو عصبه میکنه. ای بود عصبه غیری. این 4 زن همراه برادر خود عصبه میشن، که همین 4 زن همراه برادر خود عصبه میشن دیگه. وقتی که عصبه شدن چیکار میشه؟ قاعده چیه؟ قاعده رو گفتیم که برای مرد 2 حصه مال داده میشه و برای زن 1 حصه مال داده میشه. زمانی که دختر، دختر پسر، خواهر عینی، خواهر علتی همراه برادر خود عصبه شدن، برای برادر 2 حصه مال داده میشه، برای خواهر 1 حصه. قاعده اینو تطبیق میشه، قاعده ای که در قرآن عظیم الشان ذکر شده: للذکر مثل حظ الانثیین، برای مرد 2 حصه دختره. صحیح شد؟ قسم دومی که ما خوندیم، قسم سومی که از جمله عصبه خوندیم، عصبه مع غیرهیه. عصبه مع غیره تعریف به شما گفتم، تعریف اینه که هر مؤنثی که همراه ذی فرض مؤنث دیگر عصبه میشه. یک مؤنث آمده همراه یک مؤنث دیگر که از جمله اصحاب فرائض هست عصبه شده. عصبه غیری شامل دو فرده، شامل دو نفره، یکی خواهر عینی، دوم خواهر علتی. فقط همین دو تا. در عصبه غیری 4 نفره، 4 زنه. خب دقت کنیم که اینا از شما خلط نشه، که اینا حفظ بکنه، اینا در ذهن باشه، چون که وقتی که به مثالهای عملی ما رسیدیم، بحث تصحیح، بحث حل کردن مسائل میراث، باز هر زمانی که عصبه غیری گفته میشه شما بفهمید که عصبه غیری همین 4 فرد مراده.
هر زمان که گفته میشه عصب عصب مع غیرهی، همین دو فرد مراده. ببخشیم اینجا عصب باید نوشته بشد عصب مع غیرهی، چون که ما در ارتباط به عصب مع غیرهی بحث میکنیم. صحیح شد؟ عصب مع غیرهی شامل دو فرده که یکی خواهر اینیه و دیگری خواهر علتیه. ای دو زن چی وقت عصبه میشن؟ ما گفتیم که ای دو خواهر، این دو خواهری که ذکر شد، با دختر میت یا دختر پسر میت عصبه میشن. هر زمانی که خواهر عینی همراه دختر بیایه یا همین خواهر عینی همراه دختر پسر میت بیایه، همین خواهر عینی عصبه میشه. و همچنین هر زمانی که خواهر علتی همراه دختر بیایه، یا در مثال دیگری خواهر عین علتی همراه دختر پسر میت بیایه، همین خواهر علتی عصبه میشه. چی قسم عصبه میشه؟ من به شما گفتم که هر زمان که خواهر عینی و خواهر علتی همراه دختر یا دختر پسر میت بیایه، این قسم عصبه میشه که زویل فروز واسطه کمی دختر میت باشه، دختر پسر میت باشه، اینا فرضیت خور میبرن، سهم خور میبرن. بعد از اینکه سهم خور بردن، هر چی که مال باقی میمونه برای خواهر علتی و خواهر عینی داده میشه. متوجه شدیم که وقتی که خواهر عینی یا علتی همراه دختر یا دختر پسر بیایه، دختر میت یا دختر پسر میت سهم خور میبره. بعدی که سهم خور برد، هر چی مال باقی مونده باشه برای خواهر عینی و خواهر علتی داده میشه. صحیح شد؟ چرا ما همین خواهر عینی یا خواهر علتی همراه دختر میت یا دختر پسر میت عصبه کردیم؟ دلیل ما چیه؟ دلیل ما این قاعده که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند اجعل الاخوات مع البنات عصبتن. این حدیث پیامبره. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که شما خواهرها، یعنی خواهرهای عینی، خواهرهای علتی همراه دخترها، دخترهای میت که دختر میت باشه دختر پسر میت باشه، شما عصبه قرار بدید. یعنی هر زمانی که خواهر عینی، خواهر علتی با همراه دختر میت، دختر پسر میت واقع بشه، نسبت به این حدیث پیامبر، نسبت به این فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم اجعل الاخوات مع البنات عصبتن، ما مجبور هستیم که خواهرها عصبه قرار بدیم. امیدوارم که درس فهمیده باشیم. این بود درس امروز ما و شما، و تمرین های هم هسته که اینا رو شما در خانه کار بکنیم. تا جلسه بعدی و هفته دیگر شما رو به الله مهربان می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.